واقعا خیلی بده که نزدیک 900 لیر پول یک کتونی بدی، بعد کارگو که میاره به تحویل بده این وضعیت رو ببینیم. ببین، این وضعیتیه که کارگو به من تحویل داده. حالا کفش اصلا آسیب ندید، من اصلا کار به کتونی ندارم، کتونی ترتمیز و مرتب رسیده دستم، اما یه کارگو یعنی باید انقدر کارش ضعیف باشه که جعبه به دست تو اینجوری برسه. آره، حالا بریم کتونی رو ببینیم. ولش کن، جعبه است دیگه. سلام، چاکرم، شهروزم، اومدم با یه ویدیوی خفن دیگه، یه آنباکس خفن دیگه و یه کتونی خفن دیگه. همینجور که دید اول ویدیو یکم دلخور بودم، به خاطر اینکه بچه ها کارگوها ببینی اصلا مربوط به برند نمیشه. شما وقتی اینجا یه خریدی رو انجام میدید، اون برند اون خرید شما رو بسته‌بندی میکنه و تحویل کارگو میده. کارگو وظیفش اینه که اون بسته رو به بهترین شکل ممکن به شما برسونه. اما من اصلا انتظار ندارم. وقتی که بسته دست من میرسه، اینجوری به دست من برسه. حالا دو حالت داره. یا به اون چیزی که شما سفارش دادید آسیب خورده، آسیب رسیده، که اینجوری میتونید از اون کارگو شکایت کنید. اما الان ما خود کتونی آسیبی ندیده، فقط جعبه رو ناکنین، جعبه لاشی شده. آقا لاشی شده. تو این حالت میتونی بازم شکایت کنی، ولی خب جوابگو نیستن. فقط شاید مثلا یه تذکری به اون کسی که اینو حالا رسونده یا داشته تو ماشین میذاشته یا حالا هرچی بده. اصلا بحث این صحبت ها نیست. بحث اینه که شما وقتی یه پولی رو میدی و یه جنسی رو خرید میکنی، انتظار داری به بهترین شکل ممکن به دستت برسه و اینجوری احساس رضایت بیشتری میکنی. اما ما همیشه این مشکل رو با کارگوها داریم اینجا. وقتی که یه جنسی رو میارن، یا اشتباه میارن، یعنی پیش میاد نه همیشه، یا اشتباه میارن، مثلا یه رنگی سفارش میدی تو یه رنگ دیگه میارن، یا وضعیت رو دارید میبینید. خواهشی که ازتون دارم، ای کارگوهای محترم، یا کارتون رو درست انجام بدید، یا اگه بلد نیستید انجام ندید. از همه اینا بگذریم، امروز یه کتونی متفاوت دیگر رو میخواییم با هم ببینیم. یه کار از آدیداس، اما به نظر من خیلی عجیب اومد این کار و زیاد مورد پسند من نبود. یعنی در واقع شاید با خود بگی تو کیش اصلا مورد پسند تو باشه، اما خب من دارم نظر شخصیمو میگم. زیاد با این کار حال نکردم، اما کتونی جالبی بود. یعنی از اون سری کتونیایی بود که نه به خاطر زشت بودنش باش حال نکنم، میدونی چی میگم، با از اون متفاوت بودنش خوشم نیومد. یعنی از اون جنس خاصی که حالا با هم میبینیم به چه شکله، ولی واقعا وقتی من جعبش رو باز کردم و کتونی رو درآوردم، گفتم این چیه؟ مثلا جا خوردم، میدونی چی میگم؟ چون واقعا اولین باری بود که همچین چیزی داشتم میدیدم. اول از همه جعبه رو دوست ندارم بهتون دوباره نشون بدم، ولی خب این مدل کتونیه که الان میخوایم با هم دیتیلاش رو نزدیک ببینیم هست. ببین چی داریم اینجا. یه مدل خیلی خاص از آدیداس. حالا دلیلش رو بهتون میگم، چرا میگم خاص. اول از همه اگر ببینید انگار کفش چلتیکه است و واقعا هم همین جوریه. اما جالبیش کجاست؟ جالبیش اینه که تمام این کفش جنسش کشیه. ببینید یعنی یه جورایی باحال دیزاین شده ها، یعنی
اومدن یه جوری طراحی کردن این کشا رو، ببینید با یه دیزاین خاص اینجوری همش، نمیدونم اصلا خیلی کفش عجیب غریبیه چجوری اینا رو اینجوری از تو هم رد کردن، دقیقا همون شکلی آخه، دقیقا انگار اینجوری بازی کردن و یه حالت از نمیشه هیچی گفت، نمیتونی بفهمی واقعا چجوری اینا رو اینجوری درست کردن، خیلی سخته. لوگوی آدیداس رو داریم با رنگ طلایی در قسمت پشت و روی کفش، کفش حالت جورابی یا مچی داره، این قسمتش چرمیه و تمام کفش کشیه، به غیر از این قسمت که میبینید که پلاستیکی هست و همون سیس آدیداسای سوپر استار داره که همیشه داشته. یه زیره کاملا معمولی، استکاک به زمین خوب و کفش کاملا سبکه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خب رویش رو دارید میبینید دیگه، کشیه و یه بیلبیلک هم اینجا گذاشته، یه بیلبیلک هم اینجا گذاشته، بند نداره که راحت میتونید از طریق اینا پاتون کنید. این قسمتش هم هیچ چیز سفت و محکمی نذاشته، یعنی پشتش هم دقیقاً با همین جنسی که اینجا کار کرده اینجا هم کار کرده، فقط یه چرم اینجاست، یه چرم هم این پشت و یه دوردوزی و تمام. نکته اینجاست که من اصلا با سیس این کفش حال نکردم، در صورتی که کفش خیلی خاصیه ها، کفش خیلی جالبیه و یه چیزی، یعنی یه پهن مثبتی که این کفش داره، چون تمام کفش کشیه، شما وقتی اینو پاتون میکنید این جوراب میچسبه به پاتون، یعنی کامل فیت پاتون میشه. خوراک بچه‌هایی که دوست دارن کفش فیت پاشون بشه، از این کفش مدل های جورابی و اینا دوست دارن، مچی ها مثل همین، خوراک همون هست، یعنی قشنگ کفش این جوراب میچسبه به پاتون، اینش خیلی خوبه، کفش سبکیه، کفش راحتیه. و خب این قسمتش، حالا اومده این قسمتشو پلاستیکی کار کرده، همین باعث میشه به رویه پارچه یه کفش کمتر آسیب ببینه. زیرش هم که دارید میبینید یه زیره کاملا معمولی، اما کارو نتونسته جمع کنه به نظر من، چون این پشت کفش نباید انقدر ول باشه، این شاید به مرور زمان که شما این کارو هی پات میکنی هی در میاری شاید این خراب بشه، میدونی چی میگم؟ یا دوست داشتم مثلا یه حرکتی رو میومد این دور این اینجا میزد، یکم کفش استحکام پیدا میکرد، یه مقداری حس بهتری از لحاظ دوام بهت میداد، اما اومده فقط یه کاری رو تولید کرده که چیز عجیب غریبیه بیشتر، میدونی چی میگم؟ تا اینکه روی آیرودینامیک کفش کار شده باشه. این کفش توی نمایندگی آدیداس ترکیه نزدیک 870-80 لیر، نزدیک 900 لیره قیمتش، و خب من از یک کفشی با این قیمت انتظار بیشتری داشتم، دوست داشتم دیتیل بیشتری داشت، دوست داشتم حتی یه چیزی بهتون بگم. اما ببینید این قسمتش، حالا من یه دفعه دروغ نگم، این قسمتش از داخل یه لایه اسفنجی طوری اومده انداخته، اما اونم به خاطر اینه که این چرمو بهش دوخته از پشت. من دوست داشتم اینجا کامل سفت باشه، این قسمت، قسمت پاشنه و جلوی پنجه که حالا تقویتش کرده توسط این، جاهایی هن که ضربه امکان داره زیاد بخورن، جاهایی هن که تمام کفشای حرفه‌ای و تمام کتونیای حرفه‌ای این قسمت‌ها رو تقویت میکنن، یا این قسمت دور کفش یه حسی به این میده انگار بعد از مرور زمان استفاده از این کفش شاید کفش وابره، یه جورایی یه همچین حس غریبی به این میده. کلا نتونستم باش ارتباط برقرار کنم، چرا دروغ بگم؟ اما بچه‌هایی که دنبال کارهای عجیب غریبن، بچه‌های دنبال کارهای خاصن، کارهایی که کمتر تو بازار دیده بشه، به دردشون میخوره. و نگفته نباید که کفش راحتی هم هست، واقعا کفش راحتیه، کفش جوابیه، خوبه، ولی نمیتونم باش کنار بیام که با این قیمت بخوای مثلا میتونی یه سوپر استار بهتر بخری، یعنی من باشم این کارو میکنم که آفتابی شد. بله، این بود از این داستان. شاید، البته شایدم دلیلش اینه که این کتونی رو با این جعبه مسخره به دست من رسوندن که ترکیده بود، کلا شاید انرژیشو بد گرفتم. من فقط نظرمو میگم و حقایق، آفتابه اصلا داره شاین میکنه همه جا. خب اینم بود از این مدل آدیداسمون بچه‌ها که با هم دیدیم، دیتیل خیلی خاصی نداشت که بخوام راجبش توضیح بدم، کفش کشی میشه گفت، کفش کشی آقا.
این یه کفش کاملا کشیه که فقط یه لایه پلاستیکی اینجا گذاشتن و اومدن زیره کفش، یه تیکه چرم هم اینجا انداختن، یه تیکه چرم هم اینجا انداختن، دو تا بیلبیلک عقب و جلوش هم گذاشتن که کار جمع بشه. این بود از آنباکس آدیداس کشی. دوستتون دارم زیاد. سابسکرایب و لایک و کامنت یادتون نره. کامنتاتون رو انگلیسی بنویسید که یوتیوب شما رو شخص غیر واقعی تشخیص نده. توی کامنت ها برای من بنویسید از چه برندی و چه مدلی رو دوست دارید که بتونید تو کانال یوتیوب من آنباکسش رو ببینید. همین الان سابسکرایب هم بزن که مشتی باشی و پرطرفدار. دوستتون دارم. تا آنباکس بعد. یا هست.